رهایی از چنگ تروریست ها پس از 20 ماه و 2 روز لحظه شیرین برای خانواده نوراحمد نیکبخت تا سختی و استراب آن روزها را به فراموشی بسپارند، دیداری که در آن بغض ها ترک برداشت و اشک ها جاری شد. دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ من هیچ کسی رو ندیدم و هیچ شناختی هم نداشتم ازشون، فقط افراد مسلح ناشناس که نه هویتشون رو میدونستم نه میدونستم کی هستن چی هستن. و چه ساعتی بود آقای نیکبخت شما رو بودن؟ من صبح ساعت 9:20 صبح ماه مبارک رمضان بود. از روز 12 مرداد سال 1392 که تروریست ها این دیپلمات ایرانی را در یکی از خیابان‌های صنعا پایتخت یمن رو بودند، همه دستگاه‌های مرتبط وارد میدان شدند. خوشحالیم که در نهایت برادرانمون دوستانمون در وزارت اطلاعات با یه عملیات پیچیده و خیلی دقیق تونستنشون رو از چنگال تروریست ها خارج بکنن. همکاری نزدیک دستگاه‌های دیپلماسی و اطلاعاتی و کسب این موفقیت موجب شد نیکبخت و خانواده‌اش پس از معاون وزیر امور خارجه به دیدار وزیر اطلاعات بروند. خدا نگهدارتون، زنده باشین. خانم آقای نیکبخت و وزیر اطلاعات که از احساس تکلیف گفت. حجت الاسلام و المسلمین علوی به پیچیدگی کار هم اشاره کرد. بالاخره اونها برای آزادی گروگان پیش شرط هایی رو حساب عنوان می کنن و روش های بدی و پیچیده برای آزادی نیکبخت بدون اعتنا به خواسته تروریست ها که وزیر اطلاعات آن را نقطه ای عطف می داند. افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران موفق شدن کار رو به نحوی به پایان برسونن که به هیچ یک از درخواست ها و پیش شرط های تروریست ها عملا پاسخ مثبتی داده نشد. خود آقای نیکبخت در آن روزها چه می کرد؟ بیشتر به اون مسئولیتی که بر عهده‌اش هست به اون فکر می کنه. و همسری مقاوم و صبور که روزهای پر استراب را از سر گذراند. روزا سخت الحمدلله گذشت. نازنین کوچولو هم فقط 7 سالش بود که تروریست ها پدرش را ربودند. چقدر میتونستی بهش فکر بکنی که کجاست؟ خیلی گفته زیاد بود. خیلی فکر میکردم خیلی زیاد کجاست. و اشک شوق و ناباوری دیگر فرزندان. حس عجیبی بود چون من واقعا فکر نمیکردم چی روزی باشه. و این پایان 20 ماه تلاش دستگاه های اطلاعاتی و دیپلماتیک بود، ماهایی که تجربه جدیدی برای افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نیز به شمار می رود. دارابی، خبرنگار شبکه خبر.